درود مجدد میفرستم خدمت برده عزیزم شاپور جوزی عزیز در ترکیه. خوشحال میشیم شاپور جان از شما گواهی ایمانتون رو بشنویم. بازم مجددا درود میفرستم خدمت شما و مهمانان عزیز و بینندگان عزیزتون. به سالهای میلادی یعنی من میتونم توضیح بدم، عذرخواهی میکنم اگر اشتباه میگم بهم بگی. من سال 2004 به بعد بود که با عیسی مسیح آشنا شد، این که حالا ایمان نوردم خودش یه پروسه بود و یادم میاد که توی ایران حالا توی شهر بوشهر کمتر کسی بود که بخواد در رابطه با مسیح صحبت کنه و اون شرایط روز جامعه و مملکت جوری بود که اصلا کسی درگیر این موضوع نبود که مسیح رو بشناسه. بوشهر شهر استراتژیک بود از لحاظ سیاسی، خیلی امنیتی بود، خیلی مهم بود، خیلی یعنی دو تا پایگاه نظامی داشت که دور تا دور شهر رو احاطه کرده بود و سیستم رفتار و روش زندگی مردم اصلا کلا به صورت ربات گونه و نظامی بود. یعنی مردم خیلی منظم روزانه خواب بودن میشدن به زندگی روزمرهشون ادامه میدادن تا شب. حالا بیشتر این افرادی که میان ما بودن همه نظامی بودن در اصل. توی اون جو بزرگ شده بودم و اصلا وقتی که مسیح قلبم رو لمس کرده بود شکر به این موضوع فکر میکردم که آیا کاری که کردم روزی برام دردسر میشه یا نمیشه. دوستی داشتم که به من بشارت داده بود، یعنی خبر خوش انجیل با من در میون گذاشته بود، نگرانی همو باش در میون گذاشتم، گفتش که شاپو بیا برای عطای ایمان دعا کن و اینکه خدا در تو کار کن. اون روزا خیلی دعا میکردم و تازه یه احساس شادی عجیبی در من فوران کرده بود. شکر. از عیسی مسیح میخواستم که در زندگی من به صورت خاص و ویژه عمل شکر. و دقیقا همین جور شد و من توی اون شرایط که یه شرایط خیلی ویژه بود قلبم به مسیح داده بودم و شروع کردم به دوستان آشنایانم در رابطه با مسیح صحبت کردم و خیلی سختم بود چون که دوستانی داشتم توی شهر مختلف و اون سالهایی که خیلی میشد بگی ایران توی یه منگنه خاص خودش بود، چه از لحاظ سیاسی چه از لحاظ فرهنگی. سوشال مدیا اونقدر فعال نبود در ایران، ماهواره خیلی به سختی ما میتونستیم بگیریم، تلویزیون ها رو دنبال کنیم، یکی دو تا شبکه مسیحی بود به سختی شاید میشد نگاه کنی با ترس و لرز. درست. اون روزها در رابطه با مسیح صحبت کردن فوق‌العاده خطرناک بود. مسلم. و توی اون شهر بوشهر با اون جو نظامی که در طرفت العین شما فروخته میشدی اما خدا قلب ما رو دیده بود. هره. و من یه رویایی رو دیدم که من یه نفرم توی یه محله قدیمی بوشهر و کسی نیست، تنها هم، یه مسافت بسیار بزرگی آدم هست بلد. اما کسی منو نمیبینه، صداشو میزنم نمیشنوم. اون روزا دعا میکردم خدا دلم میخواد تک تک محله های بوشهر همه به عیسی مسیح ایمان بیارن. آمین. و شاید با اولین دوستا یا دومین دوستام که صحبت کردم، اونایی که روزهای اول صحبت کردم، خیلی تو ذوقم در رابطه با ایمان مسیح که خودم تنها هم، کسی نیست و من یک مسیحیم. و یواش یواش دوستام شرایط زندگی من رو دیدن و عیسی مسیح جور دیگه در زندگی اونا باور جدیدی رو شکل داد. شکر شکر. تا رفته رفته اینکه فعالیت کردم سالهای 2010 یه مقداری وضعیت کنونی حاکمیت با مشکل برخورد
و مردم اعتراض کردن، توی خیابون ها بودن. توی اون روزا من تازه بچم به دنیا اومده بود، مخالف بودم، اما خب چون مسیحی بودم، یک مسیحی بودم که حتی از سیاست میدونستم یا دوست داشتم وارد اون همگانیگی جمعیت ایرانی کمکشون کنم، ولی خب بین دو عالم گیر کرده بودم که آیا یک مسیحی میتونه سیاسی باشه، نمیتونه. درست. از اونجا خیلی یواش یواش رفته رفته احساس کردم که خیلی مشکل داریم مثلا ما با دولت کنونی حال. بله. به مرور هنی که بشارت میدادم اما بحث سیاسی نداشتم، هدف این بود که مردم با عیسی مسیح آشنا بشن، در زندگی اونها درخت حقیقت رشد کنه، نمو کنه، میوه بده. برافو برافو. در مورد صحبت می‌کردیم، ولی که در نهایت سال 2014-15 بود که من دستگیر شدم، به زندان رفتم. متاسف. و بعد از مدتی از زندان و سیستم داستان کارهای اطلاعات، اون اعترافگیری ها رها شدم. شکر. و مجبورم به خاطری که یه سری کاغذبازی های اداری داشت و دوستان ضمانتم رو کرده بودن، یه سری مشکلاتی بود که نمیشد اونها رو تنها بگذاری، به لحاظ حالا اخلاقی اجتماعی ما درست نبود. بله. ایستادم تا یه سری این پرونده ها به قول ما بوشهری ضبط و رفع بشه، اوکی. درست. بشه. و سال 2015 بود، سال پایان سال 2015 بود، وارد کشور ترکیه شدم و بابرکه ماجرام که دیگه مشخصه. واقع. یک فرآیند خاص 7 سال الان در ترکیه. آخ جانم جانم جانم. با سپاس، با سپاس و بعد از شاپور عزیزم در این گواهی که خداوند در زندگیتون و عمل آورده، قلب قشنگ شما رو قشنگتر کرده، زندگی شما رو در مسیر حیات جاوید قرار داده. و من ایمان دارم که شاپور جان خداوند با شما خواهد بود، با فیض خدا به اون سرزمینی که اراده خدا هست و مصلحت دل شما هم نیز میتونه باشه قرار بگیرید و در کنار زندگی خوب، در کنار خانوادتون بتوانید اون رو نیز بازم خدمت کنید.